بیت زیبا که واقعا چقدر شارژ میکنه محب و دوستدار اهل بیت رو، که پیغمبر فرمود که روایت رو خود حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر کردن از پدرشون، و سلسله سند این روایت رو فاطمیات میگن، یعنی همه اونها که نقل کردن نامشون فاطمه است. فاطمه معصومه یکی از اونهاست، فاطمه دختر امام صادق، فاطمه دختر امام باقر، تا صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. روایت مفصلی است. خلاصه بگم، پیغمبر فرمود که در شبی که به آسمانها رفتم و وارد بهش شدم، یک مرتبه یک کاخ و قصری دیدم اونچنون زیبا از مروارید سفید بود اون کاخ و اون قصر، و طوری بود تو خالی که از بیرون داخل اون پیدا بود. دیدم دربی بر اون قصر و اون کاخ پر از به اصطلاح مروارید سفید هست، پرده‌ای بر روی اون در انداختن. بالای اون درب رو نگاه کردم، نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی القوم. دیدم بر یگانگی خدا و رسالت من پیغمبر و اختیار داشتن علی بر قوم، بر افراد، بر امت نقش بسته است اونجا. نگاه کردم دیدم روی پرده‌ای که آویزان است بر درب اون کاخ و قصر سفید مروارین، نوشته شده است بخن بخن من مثل شیعت علیین. به 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 به، آفرین، چیز مثل شیعه علی. وارد اون کاخ شدم، دیدم کاخ دیگری، قصر دیگری هست، از عقیق سرخ اونچنون زیبا هست. باز یعنی چندین کاخ و قصر تو بهش تو در تو بوده است. نگاه کردم اون کاخ که از عقیق سرخ بود، دربی بر او قرار داده بودن، پرده‌ای روی اون درب زده شده بود. بالای اون درب رو نگاه کردم، نوشته شده بود محمد رسول الله، علی وصی المصطفی. این نقش بالای درب بود، پرده‌ای روی اون درب انداخته بودن، روی اون پرده نوشته شده بود بشر شیعت علی به طیب المولد، بشارت باد به شیعه علی، به شیعیان علی، به حلال زادگی، به پاکی ولادت اونها. وارد اون قصر شدم، یک قصری دیدم که از همه قصرها و کاخایی که دیده بودم زیباتر بود، دربی بر اون بود، از به اصطلاح زبرجد یا زمرد سبز بود، اونقدر زیبا بود. بالای درب اون کاخ نوشته شده بود شیعت علیین هم الفائزون، که تا به حال همچنین قصری به این زیبایی ندیده بودم. وارد اون شدم، از برادرم جبرئیل سوال کردم حبیبم این قصر از آن کیست؟ صدا زد یا رسول الله لابن عمک و وصیک علی ابن ابی طالب علیه السلام. الله گفت یا رسول الله این قصر به این زیبایی از آن پسر عمت علی علیه السلام است. بعد عرضه داشت یا رسول الله یحشر الناس یوم القیامه، یحشر الناس کلهم یوم القیامه حفات عرات، همه مردم فردای قیامت پا برهنه و بدون لباس برهنه محشور می شوند، الا شیعت علی، مگر شیعیان علی که پوشیده هستند فردای قیامت و محشور می شوند.
و یدعا و یدعا الناس به اسماء امهاتهم قریبه به این مزامین. فردای قیامت همه افراد به اسم مادرهاشون خونده میشن، ما خلا شیعت و علیین به اسماء آبائهم، مگر این چه شیعیان علی به اسم پدراشون خونده میشوند. حضرت میگن سوال کردم از جبرئیل جهتش چیست که همه افراد به اسم مادرهاشون خونده میشن، صدا زده میشوند، الا شیعیان امیرالمومنین که به اسم آبائهم پدراشون صدا زده میشوند. عرضه داشت یا رسول الله، به خاطر این که فاحبوا علیا فطاب مولدهم، اینا چون دوستدار علی بودن و حلال زاده هستن، تیب ولادت دارن، پاکیزگی از نظر ولادت و حلال زادگی دارن. خب کسی که پدرش معلوم نباشه به نام مادرش میخونن، وگرنه پدرش معلوم باشه میگن حسن پسر حسین یا پسر محمد یا پسر فلان شخص که پدرش هست. اما اگر پدرش معلوم نباشه، حلال زاده نباشد، به اسم مادرش خونده میشود. لنبشر انفسنا قد طهرنا به ولایتک. خب چه درس عظیمی میتونیم بگیریم؟ اگه پاکی ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی میخواید، به هر اندازه که متصل بشید به این بحرین، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلامی که خدا در شأن اونها فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کسی که هرچه متصل بشی به دریا، کثافت و نجاسات از تو دورتر میشه. هرچه فاصله بگیری بر نجاسات و آلودگی هام و کثافات بر تو اضافه تر میشود.